سخت و آسان من نام تو را کس بخاطر نداشت، نام تو را کس بخاطر نداشت، یادت بخیر ای خراسان من، یادت بخیر ای خراسان من. درود بر شما عزیزان، امیدوار هستم که باز هم جور و صحت و سلامت باشین. قادری هستم در خدمت شما عزیزان و امروز برنامه کاملا استثنایی گرفتم به خاطر که معمولا برنامه های من از طرف روز می باشه و ساعت 10 یا 11 پگاه، ولی امروز استثناهن برنامه را از طرف شب گرفتم تا ببینم دوستان و بیننده های عزیز ما که در داخل امریکا هستند از برنامه ها مستفید شوند، چون بیشتر بیننده های ما داخل افغانستان و بیشتر بیننده های ما در کشورهای اروپایی هستند و امروز خواستم یک برنامه را از طرف 8 پگاه می‌بخشیم دیگاه وقت کالیفرنیا بگیرم تا دوستان با این در کالیفرنیا و دیگر نقاط امریکا داشته باشم. قسمی هم که دیدم ایشه دوستان برنامه را تماشا میکنن و از شما جهان سپاس میکنم که برنامه را همین لحظه میبینن. خب دوستان عزیز، در این یکی دو روز میبینیم که علل خصوص امروز خیلی خبرها داغ هست داخل افغانستان و علل خصوص کابل و همه یکی دو ساعتی که من تماس با کابل داشتم با بعضی کسانی که در مسائل رسانه‌ای هستند، بعضی چیزهایی گفتن و یکی از جمله برگشت آقای دکتر عبدالله از سفر 3 روزه‌شان از پاکستان بود و ایشان قسمه که سخنگویشان یا به اصطلاح یکی از هم سفرانشان که آقای داوزی بود گفتن که ما با دست پر آمدیم. و هر صورت یک تفسیری داریم روی این موضوع و همچنان موضوعی دیگری که دختر خانم در کانکور اینها موفق شدن صحبت خواهیم داشت و همچنان صحبت درباره فارسی سیتیزی یا کسانی که فارسی سیتیز هستند دوباره همین موضوع را پیش انداختند و یک تشنج و جنجال دیگری را در بین مردم و بین فرهنگیان ایجاد کرده هم. روی چند موضوع میخواستم امروز تبصره هایی داشته باشم.
و عزیزان هم میتونن که پیام های بفرستن و من کوشش میکنم که اگر بتونم پیام هایشان نشد کنم یا جواب شده بتونم. چند نفر از دوستانی که برنامه رو میدیدن اسمشان در تغییری که من سفر فیسبوکی را تغییر دادم اسمایشان به اصطلاح عزیز یا ناپدید شد، فعلا چند دوست دیگری هستن که با ما هستن. به هر صورت دوستان عزیز این حوال روی همین دختر خانم صحبت میکنیم که این دختر خانم امتحان کنکور برنده میشه و سر و صدا و غوغای در داخل کشور ایجاد میشه و حتی با صفحات مجازی و رسانه ها و همچنان مصاحبه های از ایشان ما دیدیم که صورت گرفت. میخوایم ببینیم اگر من بتوانم ایشان امی برنامه ایشان یا امی صحبتشان را بکنم روی صفحه بیارم، امیدوار هستم که بتوانم و اجازه بدیم که اگر باشن. بله بله صحبتشان هست که افغانستان شد. دو سه روزه. و همه جا هم نوشته. توی اخبار آلمان نوشته. توی اخبار انگلستان نوشته. خیلی همه خوشحالن و خیلی از اینکه یک دختر توی کشور افغانستان که مشکل هست درست بودن. جنگ هست همچنان و این دو چیزا تونسته همچین کاری کنه. ما دوست داریم ازت بپرسیم تو چجوری تونستی تو این همه سختی و مشکلاتی همچین کار بزرگی انجام. خب من وقتی که سمت دوازده شدم آمادگی کنکور گرفتم، بعد از او در همین جریان آمادگی کنکور چون هم مکتب میرفتم هم کورس میرفتم هم وضعیت مکتب بود در مکتب و همان اول نمره مسئولیت هایی دارد و همه خاطر کوشش میکردم که هم در مکتب و وضعیت مدرس انجام بدم و هم درس کورس مدرس برام برام بوده. اما در اوایل مدت چهار سال فقط میتونستم خارج و بیست ساعت بیرمابت به درس مکتب کارخانگی و همچنین درسای کورس رسیدگی میکردم که خیلی هم مونده بوده. در شما روزی 20 ساعت درس بله تا ساعت دو شب درس میخوندی تا شش صبح میخوابیدی و صبح دوباره بلند شدی درس میخوندی؟ خب فرق میکرد. بعضی وقتا مثلا شب زودتر خواب میرفتم برام خود با صبح زودتر بیدار میشدم شب دیگه میشدم صبحش برام درس میخوندم. آفرین. بعد درس خوندن چجوری بود؟ یه روز ریاضی میخوندی، فردا شیمی میخوندی، فردا فیزیک میخوندی یا نه؟ چجوری میخوندی؟ خب ما در کورس تقسیم اوقات داشتیم، هر روز یه روز فیزیک درس میدادن، یه روز ریاضی. در اول سنی دو مضمون یکم حجمشون بیشتر در هر سنی. و همین خاطر خب برنامه کونا برای ما میدادن، روزانه درس میدادن، همون روز را تکرار میکردیم، بعد درس آینده آمادگی میگرفتیم که هم خوب موضوع آشنا شدیم. خب الان ما که تو اون کورس چون نبودیم میشه برام یکم توضیح بدی ببینیم کورس‌ها چه کار می‌کردن ما یاد بگیریم؟ خب این مراکز آموزشی کار و کسر دانش پرسنل دانش فوق‌العاده فعال هستن در قسمت درس دادن که من اول نمره اینو نیستم و من سومین اول نمره هستم که این کورس رو مثلا در مدت 5-6 سال همون تلاش که میکنه داشته باشه. دو تا از پسرها بودن و من که اول نمره شدیم امسال و بر علاوه از این خب اینا هر سال 4 تا از درجه های برتر افغانستان همچه میگشت باشن. خب و همچنانی که یک برنامه ریزی خیلی عالی دارن، همو انگیزه ای دیدن بر علاوه درس دیدن خیلی انگیزه هم خب شاگرد برشون همو انگیزه شاگرد مهم هسته که واقعا از حالت دیدی شاگرد آماده بکنن. دیگه که خب درس اکثر جاها میده ولی انگیزه را فکر کنم که اکثر جا داده نمیتونن و میخواد دیگه از عوامل موفقیت شاگردای مرکز من به نظر هم انگیزه است که شاگرد استادایی که دارن همون شوق علاقه است که چیزش که درس دادن دارن. بعد خب این انگیزه رو چجوری به شما میدادن؟ مثلا چی میگفتن؟ چه کار میکردن؟ خب هر روز که درس میدادن ما معمولا در جدیدی
درس میدن میکنم سنال من مدام میکنم سمایتی و روانشناسی خواندم که به استاد احمد رحیمی شدیدی ما میکنم وقتی یک موضوعش ما با لبخند یا با یک نقصی که برای شاگرد تدریس میکنیم این ذهنشی میشه برای به نحوی هم میخنده و هم دور اون رو درست یاد میگیره. یک تاکتیک های درس دادن استاد ما بودن و استاد فیزیک و هندسه مثلثات ما استاد مختار مدبر یک استاد هست که واقعا همه شاگرد رو دوستش دارن، نصیحتش رو گوش میکنن، نصیحتش طور هست که شاید با لحجه قهرآمیز میگن اما شاگردا همون هم لحجهش دوست دارن و همون طرز برخوردش دوست دارن و در جریان اینکه درس میده به ما نصیحت میکنه که همچین درس میده بکنیم و خاموش ما هستم برای ما درس میدم و اینکه بین سنف به کسی مثلا تبعیض قائل شد که مثلا این هفته در کنکور یا اما آزمایشی هایی که ما میدیم این رو به بلند تجربه یا اون مثلا برجسته بکنه نسبت به دیگه شده رو اصلا همچین موضوعی نیست. ما خودم اکثر اوقات در نخبگان و برترین های نخبگان کورس بودم ولی هیچ وقت متوجه کنم رفتار تبعیض آمیز از طرف خودم از این صورت نشدم. یعنی اینکه یه نفر بهتره باعث نمیشه که مثلا احساس کنه من بهتر از دیگرانم یا یه نفری اگر بده بکنی که من نسبت به دیگران بدترم و مسلما اصلا هم ممکن نیست. خیلی جالب بودی که گفتی استادامو با لبخند درس میدادن، خیلی قشنگ بود. برای من خوبه که حالا دارم درس میدم. حالا برای کسانی که دارن یاد میگیرن چی شما باید چی کار میکردی که خوب یاد بگیرن؟ خب برای خوب یاد گرفتن یکی خب انگیزه مهم هست و یکی حمایت شده بکنم. من از اونجایی که خب خانواده من از نظر معنوی واقعا داشتن که پدر مخالف درس خوندن نبوده، برادر سنده راه نشده، مادر همیشه تشویق کرده و من در روش درس همون مصاحبه هایی کرده بودم گفته بودم که من مدتی یک و نیم سال اصلا خب قبل از هم از یدخانه کار نمیکردم. این مدتی یک و نیم سال حتی در جبه مقررتی و حتی دست به کار خانه نمیزدم و یک جمله مادر همیشه میگفت که نمیخواد کار میکنه که فقط هم دست بکن بر من همه چیزه و این برای من وقت مادر میخواد زحمت بکشه و میخواد زحمت بکنه بس من که از زحمت شنا رو به نحوی با همه سفاش خودم جبا میکنم. آفرین، خیلی خیلی کار قشنگیه، واقعا عالیه. ولی ببین من که آلمان آلمانی درس میدم و کسایی که از من زبان یاد میگیرن معمولا مثل شما جوون نیستن، معمولا 25 تا 30. خب دوستان عزیزی هم بود یکی از مصاحبه های یک خبرنگار با دکتر خانم که در کنکور حوال شدم از آلمان. خب ما برای ایشان خیلی خوشحال هستم شخصا و همان طوری که همه هموطنان ما خوشحال هستند. تبریک میگم برایشان، واقعا آفرینشان، زحمت کشیدن با تمام مشکلات زندگی و اقتصاد ضعیف خانوادگی که داشتن، ایشان خود بر همان جایی که یعنی در بلندترین جای خودشان رساندن. ما خیلی برایشان تبریک میگم، خیلی برایشان خوشحال هستم. این یک طرف است که دوستان صحبت مرا به جای دیگر نبرید، صحبت مرا تحلیل اشتباه نکنید. ما تبریکی به این خانم از صمیم قلب میتونم با خوشحال هستم. ولی چرا این خانم امسال سر و صدا کرد؟ این خانم که اول شده چطور دولت و سیاست مداران از این نقطه استفاده میکنن؟ مگر در 20 سال گذشته کسی اول نشده؟ مگر در این 20 سال اخیر این همه دانشگاه‌های خصوصی، این همه جوانان تحصیل کردن که درصد خیلی زیادشان با مصرفی خانم، چرا اینها امروز در اخبار و رسانه ها ظاهر نمیشن؟ و چرا این معذرت میخوام این موضوع چرا جالب هست. ما میخوایم که شما دوستان و عزیزان این نقطه را خیلی بدانین و بفهمین که چرا این موضوع به این شکل صورت گرفته. و ما یک
برنامه دیگری را هم داشتم، امیدوار هستم که بتوانم پیدا کنم که این شاگرداره امسال در پارلمان افغانستان هم دعوت کردن. یعنی دعوت کردن اینها در پارلمان برای اولین بار چرا؟ مگر در 20 سال گذشته شاگرد اول نداشتیم؟ در این کنکورها کسی اول نشده بود؟ چرا تنها و تنها امسال؟ خب اجازه بدیم که این برنامه را هم با هم محمد مصطفی ما نرا بگوچیم مبارک باش افتخار ماست تو دیاره من نرا باش احمد پواد من نرا باش مبارک باش زین العابدین نامدن احمد وسیق من نرا باش نصیحه من نرا باش ابشر مبارک باش وسیق من نرا باش درست فضل احمد بشن این داره بر شنگرده ممتاز با نظر به فیصله روز یک شبه مجلس عمومی تنویسته شدن و این خواهرها و برادرها که اولاده ما شما هستند افتخار به افغانستان است، افتخار به مردم افغانستان است. در کنکور نمرات اول بردن و دو برو متانا این دوستان را تدریس که بیدن که تبدیل و تشویق شوه و دیگه جوانا از این یاد بگیرن او نور زوانان دو دوینا زکر رو که یا رندو که در سالم رقابت دبارن آمده و اوسی بیام دوی در سنا مجلس پر نمائندگی در افغانستان دولس پر نمائندگی مبارک بار باید دو دوی تقریر سلسله من منشی سید مخیوری مطرم منشی سید تقریدان دی استاس حضور تا رو واری اول شمسیه اخشری عزیزم مبارک باش من داره باشم نعمت الله خان من داره باشم برادر من داره باشم مبارک باش محمد مجتبه من داره باشم بچیم مبارک باش افتخار ماستی توری علی من داره باش احمد پواد من داره باش مبارک باش مبارک باش زین العابدین نامدن احمد وسیق من داره باش نصیحه من داره باش ابشر مبارک باش وسیق من داره باش برادر فضل احمد بشن این داره بر شنگرده ممتاز با نظر به فیصله روز یک شبه مجلس عمومی تنویسته شدن و این خواهرها و برادرها که اولاده ما شما هستند افتخار به افغانستان است، افتخار به مردم افغانستان است که در کنکور نمرات اول بردن و دو بزرگ متانا این دوستان را تدریس نمیده که تبدیل و تشویق شوه و دیگه جوانا از این یاد بگیرن او نور زوانان دو دوی در زکر رو که یا رندو که سالم رقابت دوباره آمده و اوسی بیام دوی در سنا مجلس پر نمائندگی در افغانستان دولس پر نمائندگی مبارک باد باید دو دوی تقدیر سلسله من منشی سید مخیوری مطرم منشی سید تقدیدامی استاس حضور تا رو واره. خب دوستان عزیز ای هم که اینها با پارلمان خواسته شدن و ازشون تحویل شدن که یه هم کار خوب است، کار بسیار خوبه کردن، ولی چرا در این 20 سال نکردن؟ خب دوستان عزیز متوجه حرفای ما باشیم که من در قسمت تحصیل و دانش و ای افتخار را که ای ده نفر و علل خصوص این دختر خانم از یک فامیل غریب به دست آورده که او جای خودش با احترام و تبریکی که من برایش از صمیم قلب داریم، ولی سیاست مداران از این استفاده میکنن. از این نقطه باز میاین در جامعه جهانی میگن مثل آقای غنی که در افغانستان روزی که ما رفتیم در سال 2001 4 نفر موجود نبود که فارسی
و یا پشتو خوانده و یا نوشته بکنند. و این در یک برنامه بسیار مهم کشورهای خارجی و از رسانه‌های کشورهای خارجی مصادره کنند. و شما هم شاید این مسئله هسته. حال اینها باز همین دوسیه را میگیرن میارن به اروپایی ها و ناتو و الان خصوص کنفرانس ژنوا که نمیدارم دقیق کدام روز هست که میگن ببینیم که وقتی ما پولهایی را که شما دادین پولهایی را که شما میتین خود در اصل ما دزدی میکنه ما برای کش و قوم و دوست و آشنا و همتباران و فاشیزم و اینها میتین او را که نمیگن ولی میگن ببینیم که پولهای شما مثلا امروز افغانستان قادر شده که یک دختر جوان از یک فامیل غریب در سطح اول بیاره و اول نمره شده. اینها از این نوع استفاده میکنن. این دولت و این سیاستمداران امروزی و این مردمان دغلباز از سادگی، از فهم، از دانش یک آدمی که رفته زحمت کشه در کنکور اول شده. هنوز خیلی راه داره که تا به جایی برسد. به دانشگاه ته تا دوره تحصیلات پزشکی رو تمام کنه و تا بره به دوره استاج و باز تا بره به دوره تخصص که انشالله میرسه و موفق هم میباشه. و دوباره برمیگردیم که چرا امسال یک نفر آوردن و در جهان نشان دادن که ما مثل همون داستان فیلم قندهار وقتی طالبان از بین بردن دفعتاً فیلم قندهار برآمد و میلیاردها دلار زیر از روی سه مردم جمع کردن و جامعه جهانی دنیا نشان دادن که افغانستان در این حالت بود ما رفتیم که نجاتشان بدیم. ما بیشتر صحبت ما روی موضوع استفاده از همونطور شرایط هست. به هر صورت امیدوارستم که دوستان ما این موضوع را فهمیده باشن و دانسته باشن که این دغلبازانه که در سیاست هستن کار که بلد نیستن، کارهای اقتصادی رو که بلد نیستن، کاریابی رو که بلد نیستن، آوردن سالها و امنیتی که بلد نیستن، فقط و فقط چطور خاک به چشم مردم بزنن این چیزها رو بروی ما میکشنن و مملکت در چی بدبختی هست. یک آقایی رو میارن که وظیفهش نیست و یک کرسی میشنن که فقط میفهمه که سه ماه دیگه تا شش ماه دیگه یا یک سال دیگه از این کرسی دور انداخته میشه باید بدزده و پول پیدا کنم. شما وقتی در یک کرسی میرین، در یک سمت میرین، در یک دفتر میرین شما چقدر وقت لازم دارین تا یک پروژه را شما تکمیل کنین تا به موفقیت برسید ولی تا شما دست به قلم بزنید شما را تبدیل کردن به یک دفتر دیگه. یک سفیر تا به یک جایی رفته وقت جایش کسی دیگر گرفته. کرسی ها از خرید و فروش می شود ولی بلد نیستن که چطور برای جوان برای مردم کار پیدا کنن. خب آوردن از زحمات روز 20 ساعته این دختر خانم استفاده سیاسی می کنن. این بود تفسیری ما در قسمت این ولی بازم برای این دختر خانم تبریک می دیم که به این موفقیت خود رسانده و امیدوارستم که به دانشگاه پزشکی را تمام کنم و به موفقیت برسم و افتخار برای فامیل و خودش و مزدر خدمت در ادامه شد. قسمت دوم که میخواستم تبصره کنم دوستان و عزیزان موضوع برگشت آقای دکتر عبدالله از پاکستان هست و آقای دکتر عبدالله سفر 3 روزه در پاکستان داشتن و ایشان برگشتن دوباره و میریم میبینیم که صحبت های ایشان در کجا هست و کسی که هم سفرشان بوده
اول از دهن خودشان میشنویم. نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور پاکستان بابا هستند که عضو این هیئت بودند. آقای داوودزی با دست پر برگشتیم یا با دست خالی؟ انشاءالله که با دست پر. سفر خوب گذشت، همه صحبت ها مباحثه در یک فضای دوستانه صورت گرفت و ما حول یک چیزی مثبت یافتیم نسبت به گذشته، وعده‌های صورت گرفت که در راستای صلح پاکستان همکاری میکنه و در راستای روابط دوجانبه هم موارد بحث شد. یک قسمتش در جریان سفر اجرایی شد، مثلا ویزا و در قسمت ترانزیت، و امیدوار هستیم که همه وعده‌هایی که کردن بخیر پوره کنند. تغییری که دیدین، چون در اسلام آباد بارها از تغییر در رویکرد پاکستان کرد داده شد، چی تغییر را شما دیدین؟ خب یک تغییر خود داخل خودشان است که مقامات نظامی پاکستان و مقامات سیاسیشان با عین فکر هستند، عین ادبیات استفاده می کنند. تمام اما مقاماتی که صحبت داشتند با هیئت عالی رتبه جمهوری اسلامی افغانستان تو معلوم میشد که از قبل هماهنگی داشتن، بین خود مشوره کرده بودن و امروز در ملاقات با رئیس جمهور پاکستان، رئیس جمهورشان همکارش جنبندی کرد، در قسمت صلح هم گفت که همکاری ما وجود نداره، هر حالی که افغانها بین خود برسند پاکستان از او استقبال میکنه و از او حمایت میکنه و هر توقع همکاری که از پاکستان است به او راستا باید افغانستان ببرد. در قسمت روابط دوجانبه اونا همان نماینده فوق‌العاده دارن، افغانستان هم به هر دو نماینده فوق‌العاده صلاحیت داده شده در قسمت بهبود روابط دوجانبه با هم کار کنن. گفتگوها در قطر گفته میشه که بدی پیش میره و انتظار که هیئت دولت افغانستان داشت خلاف توقع پیش میره. آیا حالی که به کابل آمدین پاکستان میتونه که مطابق وعده هایی که بر شما کرده بالای طالبا فشار بیاره بر اساس نفوذی که داره و طالبا قانع بسازه که گفتگوها سرعت پیدا بکنه؟ بله، امیدوار هستیم و همونطور شما گفتیم که سر طالبا نفوذ دارن و از نفوذ خود استفاده مثبت کنن، کتشان صحبت کنن. اون قسمتی که مربوط به طالبا میشه که اونا از خود نتاق پذیری نشان بدن تا این طرز العمل به خیر نهایی شود که به اصل مذاکرات بریم. من خوشبین هستم انشاءالله میشه، اما باید حوصله داشته باشیم. جنگ 40 ساله در چند روز ختم نمیشه. یک پروسه هست که پاکستانی هم همه اشاره را داشتن که ما همکار هستیم، با منزل انشاءالله میرسیم، ولی راه دشوار است. در گذشته مقام های افغان میگفتن پاکستان را به تروریست پروری و طالب پروری متهم میکردن. حالی که شما تازه از پاکستان برگشتین، چنین باور به عنوان نماینده رئیس جمهور در امور پاکستان پیش شما است؟ به خاطر که روابط ما خوب شود و به خاطر که از اینکه توقع داریم از پاکستان که در راستای صلح همکاری کنه، در بهبود روابط دو جانبه، در تجارت، در ترانزیت با هم همکار باشیم، امید است هر دو طرف بعد از این ادبیات مثبت استفاده کنند، از تبلیغات بر علیه یکدیگر اجتناب کنیم تا امیدهای مثبت پیش برده بتانیم. بسیار زیاد تشکر آقای داوودزی، ممنونتان، سلامت باشید. و به مخاطبین صفحه فیسبوک رادیو آزادی، عبدالله به کابل برگشت بعد از سفر 3 روزه به اسلام آباد و عبدالله در مصاحبه کوتاهی که در اسلام آباد داشت امروز با خبرنگار بخش پاکستان رادیو آزادی گفت که با یک پیام خوب به افغانستان برمیگرده و با دست پر برمیگرده. خب دوستان عزیز، این هم بود برگشت آقای دکتر عبدالله بعد از سفر 3 روزیش از پاکستان و قبل از او هم سفر به هندوستان داشت. خب مبصرین سیاسی یا تحلیلگران سیاسی تحلیل های مختلف در این ارتباط دارن و در همزمان پروسه یا صلح مشورتی دوحه که توسط آقای خلیلزاد نماینده آمریکا پایگذاری شده و همچنان گفته می توانیم که
فرض شده و هر دو جناح که این صلح باید صورت بگیره برای منافع آمریکایی ها. و حتی ما دیدیم که آقای خلیلزاد استنتاق شدن و سوال های هزیشان کردن در رابطه با این موضوع صلح دوحه که گویا آقای خلیلزاد یک اشتباهی کرده که به ضرر آمریکا هست. به هر صورت از اون که بگذاریم برمیگردیم تحلیلی که روی این سفر ایشان در همین زمانی که پروسه صلح در جریان هست آقای دکتر عبدالله از طرف دولت آقای غنی و پاکستان و هندوستان سفر میکنن. میفهم شاید هر کدام شما برداشت مختلفی از این مسئله داشته باشین، ولی چرا همزمان در حالی که اینها منتظر نموندن که صلح دوحه نتیجه بپردازه؟ پس به این معنی هست که صلح دوحه دیگه به ناکامی رفته و نتوانستن که در دوحه با طالبان صلح کنند و هم دولت افغانستان و هم نماینده های طالبان، یعنی گفته میتونیم که اشخاص آمریکا و پاکستان، نتوانستن که در دوحه یک دیگر قناعت بتن و اینها بتونن که در یک صفحه مشترک بیاین و در هر دو در دولت شریک باشن. پس نتیجه گیری این است که دوحه ناکام شده است. موضوع صلح دوحه یک مصرف اضافی بوده، یک سر و صدای اضافی بوده در رابطه صلح افغانستان. و حال برمیگردیم با آقای دکتر عبدالله که با پاکستان هم سفر کرده و به هندوستان. نتیجه که من میگیرم و تحلیلی که من میکنم از اوضاع سیاسی فعلی، روند سیاسی هند، پاکستان و افغانستان تغییر کرده. اینها بالاخره متوجه شدند که باید یک راه دومی را اختیار کنند و تا جایی که من فکر میکنم آهسته آهسته گلم طالبان را میخواهند جمع کنند. دیگر اینها موفق نشدند که از طریق طالبان بیایند و در داخل افغانستان در مسائل سیاسی دست بالا داشته باشند، در دولت و قدرت دست بالا داشته باشند، در اردو ارتش و پلیس دست بالا داشته باشند که تا اندازه خب دارند، ولی من فکر میکنم که اینها کشور هندوستان، پاکستان و افغانستان بالاخره بین هم شاید به یک نتیجه در این گفتگوها رسیده باشند که بتانند موضوعات تجارتیشان و موضوعات امو چی میگیم به یه انگلیسی منافع، به فارسی شو بگیم منافع خدا که در این موضوع یا در این منطقه ببینن که منافع هند، منافع پاکستان و منافع افغانستان، تا بتونن که از گیر و یا شر این طالبان نجات پیدا کنن. و شاید هم پشت پرده آمریکا با ایشان به این نتیجه رسیده باشه. من خودم چون این تحلیل می کنم که یعنی دیگه شاید بعد از یک مدت طالبان دلمشان جمع میشه و از این همه قدرت سیاسی که طبعا قدرت سیاسی اینا وقتی که صحبت میکنیم، قدرت نظامی اینا وقتی که صحبت میکنیم، همشه می اقتصاد استخبارات منطقه و علل خصوص آمریکا و ناتو هست که اینها اینقدر دست بالا دارن. وقتی که این پول ها از بودجه اینها کم شوه و حقوق های از اینا دیگه پرداخت نشه و اینها دیگه اما منافعی را نداشته باشند، خود به خود اینها ریش هایشان را می تراشند و لنگی هایشان را پس می کنند و مثل یک شهروند عادی زندگی می کنند که دیگه کسی نمی فهمد که کی بود. و این تعدادی که در دوحه هستن و شناخته شده هستن، اینا هم میرن در کشورهای دیگه زندگی میکنن. یعنی در کل من شخصا تحلیل من این هست که بالاخره پاکستان و هند و افغانستان بر اساس منافع عرصهشان و منافع کشورهای زیر داخل اینا به این نتیجه شاید رسیده باشن که طالبان را از صحنه دور کنند. در غیر آن
این سفرهای دکتر عبدالله و وابقه هیچ کدام مفاده برای آرامی سرزمین ندارد، جز همین که اینا باید نتیجه خود دولت ها برسند و طالبان ها از روی صحنه دور کنند، که او روز روز خوشی همه ما شما خواهد بود. خب دوستان عزیز، قبل از اینکه به برنامه مطلب سوم بپردازم، از آقای عبدالعزیز تشکر میکنم، از آقای غنی قادر، احمد یوسف نظری، عبدالحی حیات، وحید انصاری، امین شهید، قدرت الله نوری، جلیل سحر، الیاس الیاس، خاطر رایز، جناب آقای امیر آریان فر، اصغر امیدی، آقای عبدالرحمن سلیم، یوسف عمر، حمید خلیلی، آقای محمد زاهد شهیم، خانم فروا منشیزاده، آقای یونس یوسفی، حبیب الله بنیاد. جان سپاس که شما برنامه رو میدینین، یکی داره اسمای شنامه خوانده نمیتونم به خاطر که هر چند باری که من صفحه فیسبوک رو تغییر میتونم اسما از پیام دور میشه. به هر صورت دوستان عزیز، موضوع سوم را که میخوایم صحبت کنم عزیزان، شاید یک اندازه براتون مشکل باشه که شما هیرا بپذیرین، شاید هم متوجه شده باشین، شاید هم متوجه نشده باشین، شاید هم بگوین که خب در این بدبختی که ما در داخل وطن داریم، این جنگ و کشتار و طالبا، خب چرا آقای قادری این موضوع را پیش میکنه، و شاید هم نظریات مختلف داشته باشین، ولی این موضوع هم همین امروز داخل افغانستان عزیز روزی ما جریان داره و همین مشکلات دامنگیری مردم شده. در پلوی که آقای دکتر عبدالله این سفرها را کرده و این دکتر خانم هم شاگرد اول شده در کنکور، موضوع دکتر نجیب برنامهش هست و قسمی که من یک ساعت پیش کابل صحبت کردم، طرفداران آقای دکتر نجیب آمدن به قسمت لایجریه و حزب اسلامی آقای گلبدین حکمتیار و طرفداران آقای سیاف و یکی از کسانی که مجاهدین و کسانی که در طول دوره حکومت کمونیستی یا چپی ها صدمه دیدن، اینا جمع شدن و اینا همین لحظه اینا در مقابل هم باز قرار گرفتن که امکان داره زد خورد شود، امکان داره که خبرهای بعدی تا یک ساعتی دیگر شاید چیزهایی باشه که برای ما خوشایند نباشن. ولی با یکی از دوستای ما که من صحبت کردم در این باره گفتم خب چرا دولت از این نقطه هم میخواید استفاده کنه؟ چرا میخواید که فقط شلوغی یا به اصطلاح همین تشنج در بین جامعه هر روز به یک شکلی ازش کن باشه تا خودشان راحت باشن، تا خودشان بتونن کارهایشان رو کنن؟ همه مردم ها به جان هم در شهر کابل و دیگر نقاط هم داخته، هم گاهی به نام موضوعات زبانی، گاهی به نام موضوعات فرهنگی و موضوعات قدرت سیاسی و حال یک شلوغی خیلی بزرگ را اینا ایجاد کردن در این هفته که دوستداران آقای نجیب همش هم که من میبینم 85% یا 90% جوانان هستن که اجاره گرفته شده، چون بیکاری هست دیگه، پول میپردازن که شما بیاین بگین زنده باد مرده باد و یهودا، و از اون طرفش هم همچنان که از این هم دولت بتونه استفاده کنه. خب وقتی که دولت تفسیره این است که دولت چرا میخواه یک جایی که حداقل فعلا خیمه لایجرگه بهش میگن که من مخالف هستم، چون ما پارلمان داریم، ولی خب بالاخره یک شکل رسمیت گرفته، چرا میخواه که یک جایی رسمی دولت برای طرفدارای آقای نجیب که برادرش هم به نام صدیق راهی یا صدیق دیواره مشهور است از آمریکا رفته، که در اونجا این برنامه را اجرا کنن، چرا دولت که کار کرده به خاطر که از یک استفاده کنه که همه مشغول ازی باشه، در حالی که طرفداران آقای نجیب، دوستداران آقای نجیب می توانستن برن یک سالون رو کرایه بگیرن،
سخنرانی کنن. امروز که آزادی هست، دموکراسی هست، میتونستن که بیره در یک جای دیگری بسیار خوب سخنرانی کنن، مهمانایشون رو دعوت کنن، مثل که حزب افغان ملت چند قبل کرد، مثل که احزاب دیگر میکنن. خب میتونم خیلی به شکل صحیح و درستش اما برنامه و سخنرانی هایشون کنن، صحبت هایشون کنن. و چرا میگن گیره رسمیت میتن و آقای غنی سالون در اختیارشون میذاره و بودجه بر از اینا میپردازه و بعد مانعی میشه. خب کلی از اینها همون استفاده هایی هست که دولت کنونی بهره میبره و همه که باید در همین زده خورده باشه. ولی موضوع اصل من، موضوع صحبت من این نیست. موضوع صحبت من، قسمت آخر صحبت من، موضوعات زبان فارسی هست که باز هم فارسی ستیزان در دوستر را ایجاد کردن و امر اوامر آقای غنی در دفاتر و همچنان خواندن زبان فارسی برام زبان خارجی. شما ببینید که اینها فقط کارشان تشنج و خشونت است. اگرچه به یکی از دوستان ما امروز یک پیام فرستادم که همین موضوع ما 14-15 سال قبل رویش صحبت کردیم، همین موضوع دوباره تکرار میشه. البته دو سه بار دیگر تکرار شد ولی باز هم گیره به شکل بزرگترش. شاید شما دوستان و عزیزانی که در آمریکا زندگی میکنید کمتر از یوزو متعلق شوید، شاید آنقدر براتون مهم نباشه، شاید بگیم خب یک گیم سیاسی است. درست است که هم گیم سیاسی است و اینها قانون میسازن، فرق میکنه تا برنامه آقای نجیب و وقتی که یک زبان امر میده که این زبان خارجی هست و آیستای سیر در قانون اساسی به دنجانن، این کار مشکل است. البته خدمت شما عزیزان عرض کنم که زبان فارسی که نمیتونن از بین ببرن. عرب با این همه کشتار و قتل و قتالش نتونست. انگلیس که در مابین هندوستان مینوشت که هر کس فارسی صحبت کند زبانش را میبرم، نتونست. حتی با زبان فارسی می نویست، هر کسی که زبان فارسی صحبت کنه زبانش را می برن. خب ما همه می فهمیم که در افغانستان فاشیزم می خواهد که این کشور را یک کشور پشتو زبان یا پشتونیزه بسازد که با احترام با پشتونهای خوب. این همه ما می فهمیم، ثابت هم شده هست در طول 80-90 ساله که ما ببینیم و می بینیم که اینها بالاخره که در بسیار نقاطی از کشور منعیس مهاجر آمدن، یعنی ناقل نقل کننده و امروز از چطور بگم خیلی خیلی از صوبه سرد وارد میکنن و در نقطه افغانستان اینا میخواهند که اینها رو جاگزین کنن و اون تذکره هایی که ما امروز الکترونیکی نشد اینها رو میدهند تا سطح یا تعداد از اینا بیشتر در سیستم کامپیوتری درد شد. اینا همه بازی هایی هست که ما همه رو میفهمیم ولی این بار آمدن در تمام دفاتر کشور امر کردن که تمام کارمندان دولت باید و باید کلمه افغان در تذکره هایشان بپذیرن و امضا کنن. یعنی یک چیز زوری، یک چیز جبری هست. ما در قسمت زبان فارسی همه ما و شما میفهمیم، میدانیم که زبان فارسی جایگاهش کجا هست. اینها گاهی آمدن برام کلمه پانتون و دانشگاه و گاهی کلمه خیابان استفاده کردن میکنیم، گاهی آمدن بکن شما در تمام افغانستان ما را میگن فارسیوان. همین خود از اینها ما را میگن فارسیوان ولی باز میگن نه شما ما دری صحبت میکنیم. خب پس بگو دریوان، شمال، جنوب، شرق، غرب، هر طرفش که میره میگه فارسی وان است. اینا ما همه میفهمیم در قانون اساسی زایچا، ما همه میفهمیم که محمود طرزی چی گفت، ما همه میفهمیم که هاشم خان و سردار محمد داوود خان و حکومت زایچا چی کارهایی کردن با وجود آوردن یا اینها را دستشان گرفته بالای همه قرار دادن و امروز اینا میخوان که تمام کشور تغییر بدن. این به این معنی نیست که اینا زبان فارسی رو میتوانند از بین ببرند. اینا میخواهند در اونجا در رأس باشند، در رأس سیاست باشند، در رأس اکثریت خود قرار بگیرند که تا حال ما کدام آمار نداریم. اینا میخواهند که قدرت، یعنی بر جوانایشان چنین گوشزد میکنند که صاحب اصلی کشور شما هستین و ما روز میبینیم نتایج زیر جوانها را که همچه حرفا و سخنهای را میشنویم. ولی
یک برنامه را خدمت شما ما و نشر می‌سپارم. اجازه بدین که ما خب دوستان عزیز ببینید، این یک قسمت از این برنامه ما 15 سال قبل در برنامه تلویزیون خراسان داشتم. دوستان اینا را لطف میکنن، استفاده میکنن و به برنامه های مختلف نشر میکنن و همچنان ما ویدیوهای دیگری داریم که 15 سال قبل از جناب استاد واسف باختری، استاد سخن، همچنان از جناب مرحوم اکرم عثمان و و و آقای ناظمی و همچنان بی بی سی لندن برنامه داشتن. تمام اینها موجود هست و ما هیچ وقت نمیتونیم که اینها را چشم پوشی کنیم و این را خواستم خدمت شما یادآور کنم که یعنی این موضوع ما 15 سال قبل این موضوعات ما پیش گرفته بودیم و در مقابل این بی‌عدالتی ها ما اجازه بدین زبان قابل اقرار و قابل آثار پدیده‌آمدن که باشد.
اگر در این آمود ایران زبان در افغانستان و معنای اساسی دوران زاهد شاه در قانون اساسی
مقداری بازی بنابر چاره ملحوظات سیاسی کلمه دیگری بودن انصافت باید گفت که کسانی که بجای کلمه بازی کلمه دیگری را در قانون اساسی گذاریدن مردم جنگ بودی کسی زیرا از دیگر طرف زبان فارسی و زبان دری با عین معنا در تمام اصول کهن ما بکار است و علی ظاهر گناهی که به جای فارسی در قانون اساسی تشکیل نشده اما در آن سوی این واقعیت سیاستی باید در میان یک زبان واحد دیوارهایی ایجاد شد اما دیدن که باز هم بر اساس سیاستهای نادرست در سرود تاجیکستان پس از رخوز آمدن جمهوری تاجیکستان اصطلاح غلط تاجیکی را در مورد زبان مکان کردن زبان تاجیکی در حال که کلمه تاجیکی و قوم تاجیکی دارد اما زبان تاجیکی یک تعریف و یک نامگذاری بسیار مستند است که در دهه سی در سالهای دهه سی حتی بیستم در تاجیکستان دارد و با تأثیر تا حال داریم ما میگیریم عدد خود متشکل عددی خود را برم کرد و دیگه عدد خود را به عدد من خاص نباق یعنی خلق مشهوره امروز غالبا ما هستیم زبان شناسان و دانشمندان و این عقیده هستند که این زبان زبان فارسی هست و فارس یکی از نامهای کهن خراسان است و برای دریافت این حقیقت ما لازمه زنگ زیادی را متقبل شدیم در تمام کتب به اصطلاح معجم در کتب اعلا انگامی که بسر بیتار بزرگ شوند در میان معامی و مفاهیم مختلف کلمه دارند یکی از اینها مفاهیم خراسان و در یک جغرافیای بسیار معناور از کناره های دجله تا قفقاز و از قفقاز تا ترکستان چین در کاره هرم در قلمرو عثمانی همیشه دری و فارسی و یک معنا به کار رسید و جالب اینجاست که کلمه دری در آثار نویسندگان و شاعرانی که از شهرها و سرزمینهای ناگون ایرانی روز دقت کردن بیشتر به کار رفتند تا در شعر و نثر شاعرانی در عراق و بلخ و غزنین و بدخشان و تخارستان و قزاقستان این جاها نشأت کرده بود ما از قدیمترین نمونه ها اگر در این مورد تذکر در حامل فردوسی هست بفرمود تا فارسی دری بگفتن سکوتا شد داوری ما در سعدی میخوانیم که ازان بلبل دستان سرای عاشق را بباید از سکوتا
دختر ایدنی یا در آفرز مرخانی تو اندلی مساحت کرو سرعی ها فرد تو قیمتش به سخن گفتن ایدنی بشیدن یا چه لطف به شعر دلکش آفرز کسی شود آگر به لطف سم و سخن گفتن ایدنی دارن و در شعر معاصر ایدان میخوانی تو عراب ها فرمیده و پیغمبر که دارد لحل فردوس ایمنی بر زبان لحظه در ایزاد زبان مادری بیگمان بر خاطر فردوس فردوس بود تو بود پیش و پرم و نور مختار ایمنی یا از همین شاعر از میگه شعر لگی گشت که من نام دو دار که من شاعر شعر آفروی اما ما یک دو مورد در حکیم ناصر خسرو تبادیانی بلغی با کلمه دری روبرو می شویم معروف شدیم آن است که من آنم که در پای کاسمدی لمدی مدی در لمدی ندی را اما از این شاعر می خوانیم که در خلاب فارسی امروز شخص اول است یا در سرگذشت حضران شاعر تبریزی در سفرنامه می نویسد او شعر به زبان فارسی شعر رو می گفت اما زبان فارسی را نمیداند ما در مکتوبات یا در مجالس صفحه یا در سیع مافی مولانا جلال برخی میخوانیم که مگر زبان فارسی را چه شده است این همه لطایف و سرایف که در زبان فارسی هست و ملک الشعرا قاری عبدالله خان استاد مسلم و محرف دوران معاصر اقدام میدهند مجید خارجی یه شعرهایی هست میخواهم مطالبه میکنم و بدن دست استاده میشن در مورد شخص مذکور بوده که آن آشنا و درجه اشعار فارسی آن صاحب ایشد قوم نو میدیند یعنی قاضی عبدالله خان شعر خود را شعر فارسی میدوند نباید دیوان چین احداث در میان دری فارسی و تاجیکی اینها سه لهجه از یک زبان هستند اگر کلماتی و اصطلاحات خاصی در آن لهجه وجود دارد یک مسئله کاملا طبیعی و در آن زبان هست مثلا یک کسی که در کابل زیستند و به عین مثال گاهی از شهر کابل خارج نشدند اگر به عزم سفر به سوی شمال از کوتل خیرخانه عبور کنند در نواحی مثل حسین پور و خارجی ناگهان با تعداد اصطلاحات بند میکنند یک تعداد زیاد اصطلاحات و نامهای جدید که در سن درست کابلی ما در سن مسافری کابلی ما معانی جدیدی الفاظ را یا آن اشیا را به نام های دیگری یاد میکنند و بسیار جالب است بحث در کدام کلمات بحث یکی از کلماتی که نویسنده ایرانی گرسنی از ترمینه و جزامینه مورد توفیش قرار میگیره و حتی فیصله میکنند که در سابقه کاریش این مسئله تذکر داده شود و از جای خود از نقطه نظر خود این را یعنی نند و عید بزرگ می شمارند کلمه دانشجو کلمه دانشجو در جامعه الحکمتین حکیم ناصر خسرو بلخی تبادیانی به کار می شود نه یک بار چندین بار به کار می شود در جامعه الحکمتین در چند مورد شخص بنده با کلمه دانشجو برخورد کرد و چه بسا در
در آثار دیگر منظوم و منظور این شخصیت بزرگ فرهنگی و دیگر مانی خدا بخار هستند. سخن بر سر کلمه دقیق هست. باز هم به حدیث ناصر مطرب کبانیان بلخی رجوع میگوید اولین صدر سفرنامه حدیث ناصر مطرب من مردی دیده بودم از اعمال دنیاوی و در شعر شیرخانه دیده به مزاق نصر نامیشور تبدیدم با وقتی شعر دولانیت سوار و در مورد کلمه دری آن گونه که استادان معلم ما در دوران ثانوی مکتب برای ما و گناهی نداشتن در زمین در تحقیقات شدیدی نشده شده همیشه همه مرودن که کلمه دلیل زبان دلیل منصوب و در بار یا درد که تحقیقات شدید دارش مجران هر مناس حد نزد کلان برزنن و این مناس سیدیادی از دور سیدیادی در زمین هم دیدن در زبان تخاری هست و تخار که عرب ها بودن از این کلمه زهار هست زهاری و این کلمه دلیل شده و اما دونه که از فردوسی و از ناصر خسرو و از بسی ما مثال های به خدمت شما آوردم که یک مثال بدن حفاظی کلمه بکار زمدر در شعر شاعر بزرگ خرد به جمعه نظامی گنجبهی در شعر درجه نظامی بیدر نظامی به نظامی بیدری کار بود در این نظر کردن تضاوار بود زبان بیدری زبان فارسی زبان فارسی از توانوی فتح کمال افغانستان از نواحی تخار و بر و از مخیانه امروز در جمهوری تاجیکستان و شاید من هم در اوزبکستان و اوزبکستان داشته باشم این زبان به طرف غرب هست و بوای بسیار عادل مدرک بسیار محکم و مستدل ما این است بوشندگان و شاعران بزرگ و زبان فارسی از حوالی سیستان و بلخ و ماوران نهر بودند مثلا محمد ابن وسیع سیستانی معاصر ناولی که با داستان شود از سیستان مهمانه بود که انگام این شاعران برای یعقوب به زبان تاجیکی به زبان عربی شعر گرفتند او به زبان عربی عالم نبود و اندر نیافت و گفتی که من اندر نیاورم چرا باید گفت بعدا محمد ابن وزیر تجستانی مطابق آن که در تاریخ سیستان هست حسیده ای که افیادی از آن در بعضی از کتب تاریخ و تذکر او دارد در مدی یا خوب لیسی یا محمد ابن وزیر تجستانی فیلم معرفت من حسیده بازمونی که از بازمونی که از بازمونی در یا در افغانستان روایت باز بود با شعر معروف خود بود یا رب سفن دادن که مرا آتش همی بدن خط چشم زخم تا نرسن مرورا بدن او را سفن دو نجمت های همی بکار با روی امیز و آتش ما آروی سفن و کتاب های بسیار کهن به زبان فارسی مثلا وجود العالم وجود العالم که در این زنده مؤلفش با قبال شعر صفت شناختنه ما نمیدانه اما محققان بنابر دلایل و بنابر قرائن تشخیص دادن که از مردم جوزدانان است یا کتاب الالمیه یکی از مهمترین کتب در شهر
دعوای دیگری بر سر کلمه بازنگان بازنگان ما مثلا در این خاجم برای ارزادی میخوانی آفرین رایگان یا رایگان یا بارون رایگان 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 در ناصر خوشتاو بخوانی بازنگان می خورد تا بود تا خب دوستان عزیز برنامه را کاملش هم میتونین که در صفحه فیسبوک من هم ببینین، ولی من با بسیار احترام با استاد واصف باختری، استاد سخن، بزرگ مرد ادبیات زبان فارسی که این برنامه را که من به نشر سپردم، امید ناراحت نشده باشن به خاطری که بعضی دوستا چیزهایی در اطرافش نوشته کرده بودن، بعضی کلمات را نوشته کرده بودن، چون من خواستم دسک اصلی از این پیش من نبود. خب بعض دوستا لطف میکنن و چیزهای خودشان اضافه میکنن که شاید جناب استاد واصف باختری موافق نباشن گاهی با این نوشته ها و این ساین ها بدون اجازه ایشان، ولی یکی از دوستای ما این کار کردن. به هر صورت لطفشان بوده که ادقلی برنامه را دوباره اجرا کردن، یادآوری کردن. این برنامه و این سخنانی استاد واصف باختری یکی هست روزگار قدیم برنامه های تلویزیون خراسان بود که میشن لطف میکردن میامدن. همین برنامه که امروز در کابل در این هفته صورت گرفته یا در این که دو هفته، همین همین موضوع اینا 15 سال قبل نیز برای هم داخته بودم که مجبور شدیم و استاد بزرگ لطف کردن آمدن این همه مسائل ادبی رو برای ما بازگو کردن که یک موضوعات آموزندی عمیق می باشه و باز هم در داخل افغانستان این کار انداختن، جزی که اینها همزمان مردم هم مشغول همچو چیزهایی بسازن، استفاده های سیاسیشان هم برده باشن و جای خیلی متعدد یعنی شرم بگویم هست که اشخاص این کار را میکنن که خودشان به این زبان صحبت میکنن و زبان دیگری را هم بلد نیستن، ولی صرف به خاطر پالیسی دولت که از زمان گذشته حتی از زمان محمود طرزی که این موضوع گذاشته شده بود که در تمام تاریخ هست، از او زبان تا حال امو پالیسی ها را هر دولتی که میایه به شکل از اشکال میخواید تطبیق کنن و با جایی انشالله که نمیرسن. ولی دوستان عزیز، یکی از دوستان ما سوال کرده بودن اینجا که خدمت شما میگذارم نوشته شانه قادری عزیز، اگر وقت کردید وقت برنامه، اگر وقت برنامه خوب شما ایجاب میکنه، لطفا در مورد این که چرا فارسی ستیزی علیه زبان فارسی هست یک صحبت داشته باشیم. خب دوستان عزیز، یکی از مشکلات بسیار بزرگ، اول یادآور میخوام شما که مردمی با فرهنگ، مردمی که اهل دانش هستن، مردمانی که چیز فهم هستن به صورت کل، زیاد نمیخواهند که در مسائل که ایجاد تشنج هست زیاد خودشان رو دخیل بسازن، چون اونا آنقدر در درون خود و در مغز خود میفهمن و میدانن که کارای اینها جایی رو نمیگیره. ولی خب بعضی وقت مجبور میشه که انسان یادآور شود تا بیشتر هم آگاه شوند. از زمان برگردیم به سوال از این دوست ما، تا جایی که من مطالعه دارم و با بزرگان نشستیم و موضوعات سیاسی و پالیسی دولت‌های مختلف و زیربنایش مطالعه کردیم، همیشه اینها
چند نقطه را بر اینها در حکومت‌های قدیم انگلیس گذاشته است. یک قراردادهای پشت پرده هست که طور مثال برای شما میگم، شما یکی از اون قراردادها را هم در کتاب تاریخ میر غلام محمد غبار میبینید، در قسمت ایران و افغانستان یک قرارداد پنج فقره‌ای که با ایران امضا شده. همچنان یک قرارداد دیگری که او را کاملا هست پیش ما پنهان کردن و چند بار دوستا یادآور شدن، یک قرارداد 12 فقره‌ای با نادرخان یا مو که مشهور به نادر غدار هست امضا کردن. به می شکل ما اگر بریم مثلا بعض قراردادهای گلستان که ببینیم در ایران و روزها که امضا کردن، باز همان طوره که بعض قراردادهای با امیر عبدالرحمن خان امضا شده. این قراردادها یکیش چند نقطه معمولا استثمار و استعمار میگذاره که به اون نقطه ها نمیتونن که به اصطلاح از زیر بارش خود بکشن. یکی از این موضوعاتی که در افغانستان نوین وقتی قرارداد امضا میشه و نام این کشور افغانستان میگذارن، یعنی در زمان امیر عبدالرحمن خان، این را هم تصحیح کنم که هیچ وقت احمدشاه عبدالی شاه افغانستان خطاب نشده، هیچ وقت بنیاد افغانستان امروزی را نگذاشته. بنیاد افغانستان نوینه که امروز ما و شما این همه جنجال داریم امیر عبدالرحمن خان گذاشته با یک قرارداد انگلیسی که در او قرارداد چنین مثل که آمده جاهایی که تحت اثر امیر هست افغانستان نامیده شد، که این کار امیر عبدالرحمن خان کرد. طبعا در کنار این قرارداد، چون آنها میفهمیدن و موضوعات میفهمیدن، امیر حتی داستان امروز اینا به این خاطر در گذشته ها بنیاد گذاشته بودن که این یعنی کشور پشتونیزه و زبانش تغییر بدن. و چرا؟ به خاطر اینکه یک قدرت بزرگ تمدنی فارسیزم که در منطقه موجود بود، که قسمتی از هندوستان و پاکستان و آسیای میانه و قسمتی که استاد جناب وقتری فرمودن، حتی قسمتی از عراق و حتی تا قسمتی از بلغاریه، اینها اسناد موجود هست که به می زبان اینها تکلم میکردن، که اینا میخواستن همین توانمندی همین زبان اینها تکه تکه کنن و همین کار اینها کردن. و حتی در ایران امروزی هم اینها بسیار کوشش کردن که ترکار علیه فارس ها به اندازن و موفق نشدن، چون رضا شاه کبیر یک قانون بسیار خوبی را گذاشت در وقت زمانش که همه باید، یعنی زبان رسمی مملکتش زبان فارسی ساخت، دیگه بقیه زبان های محلی هست که هر کس با فامیل و مغازه‌دار و اطرافش صحبت میکنه، ولی زبان رسمی یک زبان شد، چون اونا هم اقوام مختلف و زبان های مختلف و گویش های مختلف داشتن. دیگه کاری که در انگلیس نمود و جواب همین دوست ما، پالیسیش همین بود که هر دولتی که در افغانستان از زمان امیر عبدالرحمن خان آمد باید روی همین پروسه کار میکردن که تضعیف زبان فارسی یا تکه تکه کردن قدرت زبان فارسی. و وقتی که این زبان اینا میخواستن از بین ببرن، طبعا صدمه برای فرهنگش که با همین کشورها فرهنگ مشترک دارن هم صدمه میبینن. و بالاخره به گفته دیروز هم همون مطلب ما برای دوست ما خواندم که امکان داره فعلا اگر باشه من هم خدمت شما رو به خانش میگیرم اگر اجازه دوستان باشه، که یعنی شما خوب ببینید گام برای از بین بردن یک ملت پاک کردن حافظه آن هست. ایره یک کسی به نام میلان کندورا این حرف رو میزنن که نخستین گام برای از بین بردن یک ملت پاک کردن حافظه آن است و تاریخش را از میان برد. بعد باید کسی را واداشت که کتاب تازه ای بنویسد. فهمیدید؟ یعنی
اینها از همه حوزه تمدنی که افتخارات جهان هم بوده و هنوزم هست که ما اسنادش در سازمان ملل میبینیم، در جهان میبینیم، حتی در فرهنگ اروپایی میبینیم. اینا صحبتهایشان خیام استفاده میکنن ترجمه کردن، تو مولانا محمد جلال الدین برخی اینا ترجمه کردن، امروز در دانشگاه های دنیا تدریس میشه. امروز کورش بزرگ اسمش در سازمان ملل هست و از ابن سینای بلخی. اینا همش بزرگان یعنی حوزه تمدنی یا یعنی فارسی زبان ها بوده هست، ولی خب با کمک عرب ها و استعمار انگلیس همین پروسه رو داشتن که حتی امروز شما میبینین، شما سعی کنین که روس ها همین کار رو کردن. روس ها آمدن تاجیکستان تقسیم کردن، یک قسمت چه به ازبکستان دادن. همچنین امروز جنگی که تازه آغاز گردیده در قره‌باغ آذربایجان و ارمنستان، وقتی که روس ها در سال 92 اینها فرو می باشند، یک قسمت میگیرن از مربوط اشتباه نکنم ارمنستان بوده با آذربایجان داده، یا در این قسمت من یک ذره باید تحقیق کنم. و امروز جنگ جدالشان آغاز شده و میبینیم که امکان داره که یک جنگ دیگری در اون منطقه بر سالهای سال باشد. دیگه به این لحاظ در افغانستان هم که برگردیم به سوال همین دوست عزیز ما، این اسمش گذاشتن افغانستان و اسمش عوض کردن از خراسان به افغانستان امروزی، که خیلی شخص بنده علاقه دارم که دوباره اسمش تغییر کنه و اسناد در تمام جهان موجود است، اسناد در موزیم های جهان موجود هست که احمد شای عبدالی خودش شای خراسان شرقی گفته، حتی تیمورشا شای خراسان خود سکه زده به نام خود. امروز به تاریخی کیان جشن گیره که نهد تاج به سر شای خراسان تیمور. این سکه های هست که در موزیم ها موجود هست تا زمان محمد افضل خان به نام شای خراسان سکه زده، یعنی پدر امیر عبدالرحمن خان سکه زده، دو فوج مشرق و مغرب متوسل شد. امیر اسف شیر دومش محمد افضل شاه خراسان شد، همچون چیزی هست. درستش بعدن برای شما عزیزان حتما حتما موجود هست، میگم امیر اسف حافظه کوتاهی کرد. یعنی تا زمان محمد افضل خان ما سکه داریم شاه خراسان، فقط امیر عبدالرحمن خان. و اینا یک جعل تاریخ است که احمد شاه عبدالی چنین کرد و احمد شاه عبدالی یک بازی فریب هست، جهل از جهل تاریخ هست. و جالبش ایست که یک روز در برنامه ما یکی زن زد و ما استاد تاریخ بودیم و تاریخ درس دادیم، بنیادگذار افغانستان امروزی امیر عبدالرحمن احمد شای عبدالی است، و ما خندیدم گفتم استاد اینمی باعث بزرگترین بدبختی کشور ما شده که یک استاد تاریخ که خودش نمیفهمد این شاگردایش چطور درس بده. غلط. در حالی که ما میبینیم بعداً هرات و مشهد که توس بود اسمش، اینا در دور دوم جدا میشه و اینا همش گیم های سیاسی انگلیسی بوده و به خاطر که اینمی کشور دوباره رستم سهراب پیدا نکنه، منوچهر پیدا نکنه، ابو مسلم خراسانی پیدا نکنند و همچو بزرگان دیگر اینها را تکه تکه کرد. و صحبتم پیشتر گفتم در رابطه با شوروی همین کار در تاجیکستان کرد، سمرقند و بخارا را گرفت به ازبکستان، زبانشان اول به زبان بلغاری ها به اون زبان تکلم میکنن، بعدنش به زبان فیلیشن، و حال قسم که شنیدم دوباره میخواین زبان فارسی را مروج بسازن. و 80 سال روس نتانست، باز که همشان روسی صحبت میکنن ولی نتانستن که همون فرهنگ اصیل بومیشان را از بین میبرن ببرن. به هر صورت دوستان عزیز، امیدوار هستم که سوال هی دوست ما را من جواب داده باشم. یک موضوع استعمار انگلیسی هست و همی دولت هم که مثل
در تاریخ ما دیدیم آمدن، حتی هر کدامشان خواستن که بر وادار خود نشان بدن که ما یک کار یا او کارهایی که شما میخوانیم ما براتان انجام میدیم، همشان انجام دادن و همش اسناد هست، موجود هست، اخبارشان، روزنامهشان و در کتابها. اینها را امروز میخواهن که خواب به چشم مردم بزنن و اینها را پنهان کنن در حالی که جایی نمیگیرن. امیدوار هستم که کسانی که میاین باز ادعا میکنن، مثل در برنامه دیدیم یک آقای آمد به نام آقای حلیم تنبیر که اصلا دیدیم که چند وقت قبل یا اینا را پلیس آلمان میخواست که زندانی کنه و بگیرن و فعلا دفتن در یک گوشه نشستن، فقط اینا هم کارهایی را میخواین انجام بدن تا مردم از آن شب خرابتر و بدتر بسازن. مثل یک آقای دیگری برآمده در دی سی هر روز مینشینه و راجع به بعض شخصیت های بزرگ معاصر صحبت میکنن. و هر صورت دوستان عزیزان، شما میفهمم که همه موضوعات خوب و دقیق میفهمید و گول بازی از اینا رو نخورین و امروز باید هر کدامتان رو وظیفه بگیرین که امروز ما به یکی از دوستان نوشتم که در منزلش نشسته بود در سالن و برای مردم پیام میده، گفتم این پیام 14-15 سال همگی دیدن شنیدن ما میفهمیم و آنی باید یک حرکت با وجود بیاید و این حرکت باید اگر با کمال تأسف که اگر حتی خشونت آمیز هم می باشد باید دم از اینا گرفته شود. اگر اناف از اناف و امان طوری که اینها می خواهند که لوه ها را تغییر بدن، زبان فارسی را زبان خارجی بخوانند، باید مردم برخیزن امان طوری که در دیگر مسائل دفاع می کنند اینا هم بخیزن و او کسانی که این کارها را می کنند باید از قدرت بندازن و همین دوست ما که نشته بود جهاد علیشان باید صورت بگیرد، استادگی صورت بگیره و نگذاره و اون کسانی که سایم یا نوه های خارجی را در اونجا مراوج ساختن همشه باید از شهر کابل و از شهر بلخ، از شهر هرات، از تخار، از بدخشان، از اینا پس کنن و تا اینا بفهمن که مردم هنوز بیدار است، هنوز مردم زبان و فرهنگ و بومی اصلیش میخواید نگه دارن. به هر صورت دوستان عزیز، از سلامندی شما جهان سپاس میکنم. کسانی که برنامه را بعداً آمدن تماشا میکنن که خانم سرایا درود بر شما، فرهاد زمانی، عبدالحفیظ تاجیک، فرید عبرت، خانم فیروز ولی ترانه‌ساز درود بر شما، خداوند مغفرت کنه جناب شاولی ولی ترانه‌ساز که پدرشان هم توسط نادر بهادار پدر کلان شد کشته میشه، البته پدر شاولی جان ولی که به اصطلاح امروز نخست وزیر آن زمان بودن در دوره حکومت شاه امان الله، خداوند مغفرتشان کنه. آقای جلیل سحر، حکیم بلالی درود بر شما، خانم فیروزه، سلیم رستایی، مجدان آریان درود بر شما، عبدالفتاح سمین، جناب ایدر نوابی، عبدالحفیظ تاجیک، عثمان عثمانی، فرید امین، رحیم جعفری، جلیل سحر، حبیب الله فیضی، محمد نذیر، احمد عاطف، امان عاطف، عبدالقیوم میرزاده، دکتر اسدالله عفی، فردوس ماس کانادا، مورنیا امادو، نمیفهم که شاید انگلیسی اشتباه تلفظ کنم، خانم شاه و همچنان خب ببینیم دیگه کی اسم، خب به هر صورت آقای گلزار، فرید گلزار درود بر همه شما که برنامه را تا این لحظه تماشا میکنین. البته دوستان عزیز، در مدت 7-8 ماه گذشته برنامه های ما از طرف صبح میباشه، یعنی ده فقا یا 11 پگا می باشه. این اولین برنامه است که از طرف بیگا رفتیم. بیگا و پگا دو کلمه بسیار پاک و سچه زبان فارسی. به هر صورت دوستان عزیز میتونن روزها هم برنامه مرا ساعت 10 یا 11 پگا تماشا کنن. برنامه ما را شما لطف کنید شریک بسازین با دوستانتان، همچنان به صفحه یا چینل یوتیوب ما سر بزنین، حامد قادری خراسان تیوی، میتونین برنامه ما را از او طریق هم تماشا کنین و با دوستان با عزیزانتان
و اشتراک بگذاریم که حدود این برنامه 161.5 ما میباشه، یعنی شاید بعضی دوستان 160 برنامه مرا ندیده باشند. و هر صورت عزیزان از حضور شما خداحافظی میکنم. هر جایی که هستین خوش و خوشحال باشین، پرسرور باشین، با عزیزانتان باشین. و این شب چون برنامه زبان فارسی، زبان همه ما هست، فرهنگ ما هست، زبان بومی ما هست، فارسی را پاس دارید. تا برنامه بعدی همه شما را به خداوند کریم سپرده، روز روزگار بر شما پرسرور باشد.